سلام، صابر هستم. در 23 چهارم فروردین و 11 ماه ابریل هر منطقه شرایط اقلیمی خودش رو داره. زمستون در هر منطقه به طور همزمان حاکم نمیشه و بهار و پاییز و زمستون و پاییز همیشه در کل نقاط جهان به یکسان نیست. اینجا با اینکه 22 فروردین هست و 11 ماه ابریل، الان ما هم میبینیم داخل باغچه و میبینیم که هنوز درخت ها تازه به جوونه و به شکوفه افتادن. بنابراین ما باید در هر فصلی کاری که داریم انجام میدیم مناسب فصل خودش باشه. به طور مثال تازه این شکوفه های درخت بادومه که تازه شروع کرده به شکوفه زدن و بار بسیار عالی هم خواهد داشت. یا این درخت آلو با اینکه سال اولشه میبینیم که خوب به بار داره میشینه. این درخت بادوم بنا به بودن تو مسیر آب زیادی، ببینید فقط داره امسال برگ تولید میکنه، همسن درخت های دیگه است مثل اینا. ببینید با این وجود کلی اینا گل دارن میدن و شکوفه دارن میزنن، ولیکن اون به دلیل بودن در مسیر آب زیادی در ریشه به گل تبدیل نشده. هر از کردن درخت ها نقش عمده‌ای داره. این درخت آلوی سیاه ببینید مشخص از هرسش و باردگیش هم مشخصه. یا این یکی درخت که کنارش هستش به این حالت اگه از دور ببینیم متوجه میشیم که نحوه هرس کردنش چه شکلی بوده. یا این یکی درخت بادوم ببینیم که پر از شکوفه و گله. زیبایی طبیعت داخل خونه و بیرون از خونه نداره. ما میتونیم با گل کاشتن داخل ساختمون ها همین زیبایی رو به داخل ساختمون ها ببریم. یا به طور مثال الان ببینید این شکوفه هایی که اینجا میبینیم، این درخت گیلاس هنوز بیدار نشده. ولیکن اینا دیگه ببینید. پس ما میتونیم به غیر از این که در بیرون اگر به علاقه خودمون برسیم، میتونیم در داخل ساختمون هم این کارها رو بکنیم. داخل ساختمون ما میتونیم از گلهای خونگی استفاده بکنیم. وقتی گلهای خونگی رو که بکاریم میتونیم همون لذتی رو ببریم که قرار از طبیعت بیرون ببریم. امروز میخوام در رابطه با پرورش درخت ارکیده با شما، ببخشید بوته گل ارکیده گفتم درخت، باهاتون صحبت بکنم. بریم ببینیم که چیکار باید بکنیم با گل ارکیده. ما میتونیم با کوچکترین بوته ها زیبایی رو به محیط زندگی خودمون بیاریم. حکمن نیاز به درخت و نیاز به جنگل و اینجور چیزا نیست. میشه از وجب به وجب محیط زندگیمون استفاده بکنیم. به طور مثال این و این درخت. در هر شرایطی با پشتکار و همت هر نوع زیبایی رو به محیط زندگی خودمون برسونیم. تمام این درخت ها بخششون خوابن و بخششون بیدار شدن مثل این. پس ما میتونیم با طبیعت خودمون رو وقف بدیم و زیبایی رو به ارمغان بیاریم برای خودمون. و حتی میتونیم بزن
از داخل ساختمون استفاده بکنیم و به این شکل از کارهایی که میخواییم انجام بدیم لذت واقعی رو ببریم. به این حالت میکنیم ما انواع گیاه‌های داخل ساختمانی و آپارتمانی رو به این شکل پرورش بدیم و از طبیعت زیبای محیط خودمون چه داخل خونه و چه در خارج از خونه به نحو احسن استفاده ببریم. پس بنابراین استفاده از طبیعت نیازمند به علاقه و اراده ماست. زور در کار نیست، فقط علاقه و اراده. راجع به ارکیده، همینجوری که الان ارکیده ها رو اینجا اطراف من میبینید، انواع اقسام ارکیده ها رو من اینجا دارم، ولی بهترین نوع ارکیده که ما بتونیم نگهداری بکنیم بستگی داره به شناخت ما از ارکیده و آموزشی که میبینیم یا تحقیقی که میکنیم راجع به نگهداری ارکیده تا بتونیم به نتیجه برسیم. ارکیده بسیار گل حساسی، چیزی حدود 20,000 نوع ارکیده ما در کل سطح کره زمین داریم و هر کسی به یه شکلی بهش علاقه منده. الان اگر به جلوتر ببینید، این ارکیده‌ای بوده که مثل این ندی گل داشته، گلش رو دست داده، ما از این بالا از انگشت می‌بینید برش خورده، الان بغلش یک جوونه اینجا زده، یک جوونه اینجا داره میزنه و یک جوونه اینجا داره میزنه. یا به طور مثال این یکی که الان اینجا هستش، ببینید اینو الان از اینجا که برش زدیم، این الان جوونه که داره میزنه. یادتون باشه از این بندها جوونه ها در میاد. و اما یک روش رو بهتون یاد بدم، اینو ببینید، این پوسته بغل رو از پهلوهاش، نه از روش، درست از پهلو، با احتیاط کامل به این حالت بلند میکنیم. الان بهتون میگم که این کار چه مزیتی داره. خیلی با احتیاط، ببینید، خیلی خیلی با حوصله. اگه ناخونتون محکم نکشی که بخواد بدنه ارکیده رو زخم بکنه. اگر موفق بشیم به کندن این که بسیار حساس است، از من این کلیپش رو جدا بکنم، این کلیپش رو جدا بکنم که راحت بشه کارش انجام بدیم. ببینید اینو کاملا از این نقطه جدا میکنیم. اگر این قسمت رو جدا بکنیم به این شکل، پوسته های کنار که جدا بشه از روی این بند ها، خب ببینید اینجا الان زنگ باقی اینجا رو نمیکنم. خیلی خب ببینید همجی که دیدید اینجا الان، ببینید بذارم اینو بشرح کنم. راش این الان یک شرایطی به وجود آورد که بله این الان جوون است. الان چند وقت دیگه، البته چند وقت یادتون باشه، ارکیده بسیار دیر رشده، حداقل 2 تا 3 ماه طول میکشه این بشه به این حالت، به این حالت، به این حالت، به این حالت که میبینید 2 تا 3 ماه طول میکشه. بعد این به این حالت که میرسه، الان ببینید شروع کرده اینجا باز شدن. این باز شدن اینا یا اینا شروع کرده به باز شدن. وقتی اینا بخواد باز بشه زمان بسیار طولانی میبره. پس اگر میخواید
از ارکیدهاتون لذت ببرید، سعی کنید تعدادی ارکیده داشته باشید. اگر توی اتاق پذیرایی یا دفتر کارتون یا آفیستون فرق نمی‌کنه، اگه می‌خواید نگهداریم برای زیبایی، موقعی که ارکیده به مرحله رسید که گلش رو شروع کرد به ریختن، اون رو وردارید و ارکیده‌ای که گل داده اون رو جایگزین اون بکنید که دلتون نگیره از نبود گلتون. به طور مثال این گل الان دیگه ببینید این آخرین دونه گلیه که روی این داره باقی میمونه، باری که اینای دیگه الان سرحال و بانشاتن. به طور مثال الان اگر این یه دونه رو بیارم جلوتر، ببینید این تعداد گلدهیش بسیار زیاده. از این جای انگشت من اگه اینجا رو بگیرید، ایناش داره اینجا جوونه میزنه، از جاهای بسیار مختلف اینجا ببینید، این دسته رو ببینید، اینجا داره جوونه میزنه. اگر نگاه بکنید جای مختلف این یا این یکی به همون شکل. حالا ارکیده وقتی که به این وضعیت افتاد، اولا که آب دادن ارکیده خیلی مهمه. ارکیده اصلا احتیاج به گلدون نداره. ارکیده در منطقه‌ای که رشد میکنه مثل هوایی رو بدنه درخت داره، یا بخشی از فلوریدا که رشد میکنه روی تنه درخت ها رشد میکنه و احتیاجی به گلدهی نداره. پس ارکیده نیازی به گلدون نداره، فقط نیاز داره یه جایی که نگرش داری. شما حتی میتونی یه شی بزرگ رو برداری، احتیاجی که به این حتما گلدون باشه نیست. میتونی هر جایی حتی یه جا ثابت نگه داریم، بتونی که فقط نیفته این برور، حتی روی میز بذاره رشد میکنه. الان ببینید این رو که من قبلا بهش آب ریختم، نگاه کنید این بسیار الان پر از آب توش. اگه نگاه بکنید من آب اینو خالی میکنم، اینجا ببینید دیدید ارکیده رو باید هر 7 روز تا 10 روز، البته بستگی داره، بازم به محیط دارم میگم. یه وقت میبینی یه جای گرم سیره خیلی زود تبخیر میشه، اونجا هر 1 هفته باید بسته. ولی جایی که رطوبت داره خنکه، هر 10 روز 1 مرتبه. این ببینید این گلدون در واقع نیست، این یه پوششه. تمام ارکیدهایی که شما میخرید، من بذارم میتونم این اتو این درش بیارم، امیدوارم بتونم درش بیارم. این آها ببینید این الان فقط ببینید این روکشه، اینو میذارن فقط برای اینکه محافظت از این بکنه. اصولا ارکیده رو توی گلدونه شیشه اینجوری میذارن که ریشه‌اش دیده بشه. این پس فقط محافظه. سعی کنید این همیشه خالی باشه. موقع آبیاری کردن اینو میذاریم توی این، اون رو از آبش میکنیم، بعد آبی که خالی کردیم میذاریمش کنار. به طور مثال اینو الان میخوام آب بدیم، اینا رو قبلا آبیاری شده، این یکی میارم، ببینید پر میکنیم با آب. ببینید در ضمن آب هیچ وقت روی برگ ها هرگز نریزید، یعنی آب رو هرگز اینجا نریزید، این بالا نریزید. آب باید حتما روی ریشه ها ریخته بشه به این شکل. ببینید کاملا توی یک ظرف پر میکنید، پر از آب میکنید به مدت حداقل 15 دقیقه. اگر شد نیم ساعت هم اشکال نداره. ببین الان پر آب شد. این از الان ساعت الان به 10 دقیقه به 7 شب، ساعت تو سر من هست میتونید ببینید. من اینو میذارمش تا 7:20 دقیقه، 7:15 دقیقه بعد تخلیهش میکنم. برگ ارکیده باید اینجوری برجسته باشه. برگ به این حالت که برجسته و ارکیده زنده است. اگه برگ خوابیده بود، قرمزی زده بود، زردی زده بود، اون ارکیده فاتحش کننده است. حالا اگر روی اینا زوم بکنید، من یه توضیح مختصری میخوام بدم.
عرضم به حضورتون که حالا این ارکیده که اینجا ما داریم خب داره خوش میشه. من کلیپساش ازش جدا بکنم، همیشه هم از این کلیپسا استفاده بکنید، یه پایه بذارید بغلش به این حالت، اینجوری کلیپس بزنید بهش که راحت بازه بسته بشه، با سیم و با کش و این حرفا نبندیدش. این کلیپسا کلیپسایی که خانما به موهاشون میزنن، ببینید خیلی راحت میگیره، به همین دقیق میگیرتش، نباید گازش بگیره، این باید از کنارش به این راحتی عبور کنه، ببینید اینجوری حرکت کنه، نباید بگیره نگرش داره. خب این آخرین گلش هم افتاد. خب ببینید برای این کارمون حتما باید یک قیچی بسیار تیزی داشته باشیم. اگر میخواییم چند شاخه بشه به حالت این ارکیده که اینجا داریم، به این علامه این علامه شده دو تا شاخه، این علامه مثلا این ما اسمونو گذاشتیم گلدون، ولی که این دور تا دورش سوراخه، هیچی نداره، نه پلاستیکی نه فلاستیکی. بعد این اگه خواستیم دو شاخه بشه میاییم از پایین تر میزنیم. این الان این درخت انگور، این درخت انجیر بند بنده، ارکیده ببینید، این یه بنده، این یه بنده، این یه بنده، این هم یه بنده. اینا ببینید، اینا بنده رو باید در نظر بگیرید، ببینید این بندهایی که اینجا هست، ببینید اینا رو در نظر بگیرید، اینا ببینید الان این بندهایی که اینجا هست، ببینید. خب اگر قرار باشه که ما اینو حالا میخوایم تکثیر کنیم، پس حالا که قرار تکثیر بکنیم از یه جای قیچیش میکنیم که هم به تکثیرمون برسیم. این آها، این الان بندی که اینجا موجوده، اگر ما از این پایین ببریم دوباره شروع میکنه به سیاه شدن تا به این بنده برسه. پس بنابراین اینو مثل اینای دیگه که الان قیچی شده نگاه کنید، اینا ببینید یک سان دو سان بالاتر این بند رو ما قیچی میکنیم به این حالت، ببینید مستقیم هم قیچی میکنیم، برعکس حرس های درخت ها و گل های دیگه است که زاویه 45 درجه نباید باشه. این الان اگر ما قیچی نمی کردیم از اینجا شروع کرده به خشک شدن، ببینید من الان ببردمش اینو، شرایط اینجا الان ببینید این که قیچ شد، ببینید با اینجا فرق میکنه، اینجا الان به سبز سبزه، این دیگه داشته ببینید به سفیدی میرفته. حالا ما میخواییم ارکیده رو تکثیر بکنیم، راه تکثیر ارکیده خود همینه، اینه که قیچ کردین دور نندازید، اینا رو به این حالت این گل برگ‌هاشو میکنیم، چون اگه اینا رو نکنیم این شروع میکنه به خشک کردن، اینا رو میبریم. اگر دوست داشتیم خود این یه دونه باشه یه دونه، ولی من الان میخوام توی این پلاستیک بگ بذارمش. خب پس این الان برای این خیلی بلنده، حالا میام چیکار میکنیم، اینو تقسیم بر دو میکنیم. ببین این بند رو در نظر بگیریم، این از همینجا از روی خود این بند قیچش میکنیم، یه بخش اونور یه بخش اونور. خب موادی که ما لازم داریم برای این کار، زوم کن من میشه همون ببینید از این به این حالت استفاده میکنیم، زیاد لازم نیست، همین مقدار کافیه. این رو با آب پاش، نباید خود این نباید خیس بشه، اینو میذاریمش کنار، ابزارامونو میذاریم کنار، عمرو خب اینم به کنار، این رو کاملا مرطوبش میکنیم به این حالت، کاملا باید مرطوب بشه، چون اینو قرار چندین وقت در خودش نگه داره، مرطوب نخیس، تو آب نکنید درش بریم بشه خیس،
فقط رطوبت. چون این هرگز این رطوبت دیگه از دست نمیده. این همین حالا خزه میشه دیگه به فارسیش. بله خزه. موس همون خزه میشه. خب این رو به این حالت کردیم. من دستم رو خوش کنم. خود همین اینو باز میکنیم. حتما که بسیدا باشه. موس یا همون خز رو داخل این پلاستیک قرار بدیم. کامل همه رو به این حالت. کاملا پوشش بدیم بره پایین، پخش نشه توی بدنه پلاستیک. این قشنگ ببینید با دستشون یه فشار بدیم بره پایین، یه گلدون در بابا میسازیم. فقط یه نمه، نه زیاد، یه نمه توی خود این پلاستیک رو به این حالت داخلش رو فقط یه رطوبت میزنیم اینجوری. این پلاستیک الان بریم داخلش یه رطوبته. این کار میکنیم که بعدا توش حالت بخار پیدا بشه. خب پس قسمت بالاست، این قسمت پایینه دیگه، درسته؟ این رو ما فرو میکنیم داخل این موس تا اونجایی که اینو کاملا بگیره. قسمت بعدیش هم ته رو این سر تو این قرار میدیم به این شکل. خب تموم، زیپو میبندیم. بعد این رو به این حالت دو تا سه تا از این کلیپس ها میزنیم بهش که هوا دیگه از این تخلیه نشه. باید این به این حالت بمونه، در مجاورت نور آفتاب نباید باشه، ولی در مجاورت نور طبیعی. ارکیده اصلا آفتاب نمیخواد، هیچ وقت پشت پنجره که آفتاب میخواد بگیره ارکیده رو قرار ندید. ارکیده وقتی که آفتاب خورد دیگه فاتحهش خونده است، ارکیده نور کامل میبینه. این کارش تمام، این تکثیر ارکیده به این شکل. حالا میرسیم به خود این گلدون. ما با این گلدون حالا کار داریم. اینو خیلی چون اینا رو آب داده شده بود، حالا ارکیده ریشه هاش ریشه های مویی نیست، ریشه هاش خیلی ریشه های ببینید این خیار میمونه ریشه ها. اینو به این حالت نگاه میکنیم. اگر حالا که داریم تکثیرش میکنیم، حالا که میخواییم روشش بدیم، به این حالت نگاه میکنیم. اگر توی ریشه گندیدگی چی بود، این ببینید به خاطر اینکه این تهش چسبیده به گلدون جدا نمیشه، تهش آب مونده بوده. پس اینو ما میذاریمش کنار. این الان ببینید این پوسته درخت. حالا اینا رو نگاه میکنیم. اگر ریشه هایی رو میبینیم که با حالت خارجی داره در میاد، با حالت قطعی داره در میاد، کلن ریشه ارکیده بسیار این سیمان بزدش جدا بکنیم. خیلی آسونه تکثیر و نگهداریش، خیلی آسونتر از اون که فکر بکنیم. اینا رو از هم باز کنیم. اگر میبینی اینجوری به هم گره خورده، قشنگ همه رو از هم باز میکنیم. حالا یه گلدون در خور این ریشه، این ریشه بسیار بزرگه برای اون گلدون، همه ریشه ارکیده باید آزاد باشه. عرضم به حضور شما این گلدون بسیار مناسبه. از پهلوهاش سوراخ داره و پشت سوراخ داره، زیر سوراخ داره. این دیگه هیچ نوع آبی توش نمیمونه. بنابراین اینو به این حالت همین بارک یا پوسته درخت، حالا به انگلیسیش میشه بارک، اگه دنبالش هستید تو خارج از ایران اگه میخوام بگیرید میشه بارک. تلفنم خاموش کنم. این
اینو الان نگاه میکنیم ببینیم اگر ریشه‌ای هستش که صدمه دیده و داره سیاه میشه مثل این. ببینید این الان باید قطع بشه. هیچ نگران نباشید. آها این دیگه الان فایده نداره. این باید قطع بشه و ریشه های دیگه چون بهشون آب زیاد خورده، زیادی خیس بوده، به خاطر همین سفید شده. ریشه باید به این شکل سبز بشه، به این شکل بشه، جوندار بشه. کل این بارک که گذاشتیم اینجا به این حالت حتما همیشه شناسنامه ارکیدتون رو نگه دارید، بدونید که جنسش چیه، بدونید که چجوری باید در چه شرایطی نگه دارید، اسمش چیه، نوعش چیه. اینا رو خیلی 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 مهمه برای کسی که میخواد ارکیدش رو نگه داره. یکی دوتا از ریشه ها رو همیشه بذارید اینجوری بیرون بمونه. ارکیده گفتم دلش نمیخواد توی خاک، هیچ وقت خاک معمولی ارکیده استفاده نکنید. به هیچ عنوان خاک معمولی ارکیده رو میکشه، اذیتش میکنه. اینه بیادم جلوتر. این هم همون پوسته درخته، تنه پوسته تنه درخته، نه خود درخت. کاملا اینا رو با این فور میکنیم به این حالت دور تا دورش رو با دست فشار بدیم بره تو، که این قشنگ باید این اینو احاطه بکنه. والا همین یک بار هم باید این کار بکنه، بعد اضافه کنم و کم بکنم نباشه. یک بار اینه که توی خاک کاشتیمش، توی خاک که نه همون برگ تنه درخت، پوست درخت، وقتی کاشتیمش به این حالت این الان دیگه اگه بخوایم آبیاریش بکنیم هرگز توش آب نمیمونه، مثل اون گلدونای دیگه که ببینید. ببینید این الان این ریشه رو بذاریم بیرون بمونه، این ریشه رو بذاریم بیرون بمونه، یکی دو تا از ریشه ها رو به این حالت آزاد بذارید بمونه که بتونن نفس بکشن. ارکیده از طریق هوا ریشه هاشو نگه میداره، برعکس گلاب درخت ها و بوتهای دیگه که ریشه حتما باید در اون خاک بمونه، حبس بشه. این دوست نداره ریشهش حبس بشه، دوست داره ریشه هاش آزاد باشه. این به این حالت شد. حالا یه آبیاری خیلی خیلی ملایم به این میکنیم که چون قبلیش اون پوسته درختی که ریختیم خیس بوده یه مقدار، حالا آب دادن اینا به همین شکل. ببینید خیلی راحت بدون هیچ دردسری میذاریم میشیم توی این لگن که توش آب هست، از اون سوراخ‌هایی که بغلش هست و از سوراخ پایینش هم که آبو میگیره، به این حالت از بالا بهش آب میدیم. این چیز حدود 1 تا 20 دقیقه توی این آب میمونه. الان هم توش اون میله رو کار نمیذاریم، یه میله کوتاه‌تر میذاریم، اینقدری اون این میله بلنده براش. این میله کوتاه‌تر رو حتما اینجا قرار میدیم بغل این پایه، که این پایه با کلیپس به این وصل بشه. یه دونه یا دو تا کلیپس میزنیم بهش به این حالت که این ول نشه. این باید عرض کردم حتما باید بدنه به این شکل به یک میله وصل بشه که یه وقت بر اثر حرکت و این حرفا آسیب نبینه. اینا 1 تا 20 دقیقه دیگه تخلیهش میکنیم، از توی آب درش میاریم به این حالت. ببینید الان وقتی از توی آب درش بیاریم، ببینید تمام آبش تخلیه میشه. 1 هفته تا 10 روز این آبیاری دیگه لازم نداره. آبم از این بالا به این حالت حتما حتما از بالا بهش آب بریزیم که یه چند دقیقه که بمونه این دیگه تمام این پوستای تنه درخت بارک ها مرطوب میشه. برای این میشه یک شرط بسیار مناسب. امیدوارم امروز
درسمون رو به این شکل گرفته باشیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. شماره من هست در آمریکا 201-314-2836-411، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایمو، یوتیوب و تلویزیون کانال یک و آپارات در خدمتتون هستم. براتون شب و روز خوبی آرزو میکنم. خدا یار و نگهدارتون.